سلام و درود فراوان خدمت همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم که این موقعیت رو به دست آوردم تا در قالب یکی دیگر از برنامه های اینفوگرام در خدمت شما عزیزان باشم. امروز خیلی خوشحال بودم بابت اینکه تونستم مصاحبه ای رو در طول سفرم با یکی از نخبگان علمی و جوان کشورمون که متعلق به یکی از روستاهای استان اردبیل یعنی روستای کله سر هست داشته باشم. این نخبه عزیز که مصاحبهش رو ساعتی پیش منتشر کردم و شما میتونید در کانال من ببینید این گفتگو رو، در ارتباط با نحوه فعالیت خودش و اینکه چگونه ابزارهای کاری خودش رو با دست خودش و با امکانات بسیار ناچیزی ساخته برای ما صحبت کرده و انگیزه و هدفمندی اون فکر میکنم که یک آموزشی است برای همه. اما موضوع اصلی برنامه امشب در ارتباط با امین فردین هست و خبر اینکه پلیس اینترپل اعلان و اخطار قرمز خودش رو برای دستگیری این فرد در کشور آلمان اعلام کرده و حالا ظاهرا بنا دارن که از این طریق رو به ایران بازگردونن. اما من فکر میکنم که باید خیلی هوشمندانه تر این اخبار رو رصد کرد و تحلیل کرد. امین فردین کارکردش در فضای رسانه ایران چه بود؟ امین فردین سلبریتی ها و شخصیت های خاص رو که حالا شناخته شده بودن یا به اعتبار فعالیت های هنری یا سیاسیشون صاحب نام و آوازه شده بودن رو، بعضن تعدادی از این افراد رو با اخبار و محتوایی که تولید می کرد به نوعی مورد هتک حیثیت قرار می داد و حالا ممکنه بعضی ها گفته باشن که عمده اخباری که ایشون در ارتباط با سلبریتی ها بیان می کرده اخبار درستی بوده. اما تا به حال به این فکر کردید که این اخبار درست از چه طریقی به دست اومده؟ این که مثلا ببخشید من به خاطر اینکه با دستم دارم این گوشی رو نگه می دارم یه مقدار دستم خسته شده اذیت کننده است. آیا به این فکر کردین که به امین فردین این اطلاعات رو از کجا به دست می آورده؟ با چه امکاناتی به این اطلاعات دسترسی پیدا می کرده؟ چت خصوصی یک فوتبالیست با دوست دخترش چرا باید به دست امین فردین رسیده باشه؟ صحبت‌های خصوصی در یک محفل خصوصی بین چند بازیگر چگونه باید به دست امین فردین رسیده باشه؟ مکالمات تلفنی دو تا سلبریتی چگونه باید در اختیار ایشون قرار گرفته باشه؟ اصولا ایشون زمانی که در ایران بودند و به فعالیت خبری هم اشتغال داشتن چقدر به این مدل اطلاعات دسترسی داشتن که حالا که به آلمان رفته بودن این امکان براشون میسر شده بود؟ پروژه تخریب سلبریتی ها، تخریب هنرمندان که میشه گفتش که بیشتر بچه سیاسی داشت و از دوره آقای احمدی نژاد هم این تخریب به نوعی آغاز شده بود، چرا که به هر حال نوع تفکر و اندیشه سلبریتی ها و هنرمندان در انتخاب های سیاسی مغایرت داشت با آنچه که به هر حال جناح رقیب می اندیشید و برای اینکه تأثیر و حوزه نفوذ این افراد کاهش پیدا بکنه نیازمند این بودن که به زندگی خصوصیشون رجوع بکنن، برخی از اطلاعات و اخباری که نسبت به زندگی اون افراد هست به نوعی برملا بشه و نهایتاً با تخریب چهره هنرمندان سلبریتی ها به جایی برسن که به هر حال مردم اونها رو از دایره تصمیمات خودشون یا به هر حال کمک گرفتن برای اخذ تصمیمات مهم کنار بگذارن. خب به هر حال امین فردین بسیار در این زمینه مؤثر بود و کمک کرد به جریانی که از قبل حضور فعال و مؤثر سلبریتی ها در فضای اجتماعی ایران به هر حال ترفی رو نمیبست و به موفقیتی نمیرسید و حالا که تبدیل شده به یک مهره سوخته و حالا که خیلی ها دارن این گمان زنی رو میکنن که امین فردین هم ممکنه یک خودی نخودی بوده باشه، صحبت از پلیس اینترپل به میون اومده و یا استرداد این فرد به ایران که البته به من فکر میکنم که باید خیلی نسبت به این اخبار دقیق تر و جزئی تر پیگیری کرد. فکر نمیکنم آلمان به همین راحتی یک فرد رو در اختیار برها قوه قضایی ایران قرار بده، اون هم با توجه به تنش‌ها و بحران‌های سیاسی که بین دو کشور حداقل در طی مذاکرات اخیر
دیده شده. در هر صورت من فکر میکنم که امین فردین یک فرد فاسد رسانه‌ای بود، چه به هر حال یک نفوذی او رو قلمداد بکنیم یا یک فرد رسانه‌ای که به هر حال به عنوان یک پاپاراتسی داشت فعالیت میکرد، من فکر میکنم که به اقداماتش، رفتارش و سکناتش به ویژه در مقابل دوربین و در برابر مخاطبان اصلا درست نبود. و ببخشید من یه لحظه، حالا یه مقدار به این صورت من رو ببینید. و در اصل میشه گفتش که امین فردین یک فردی بود که اگر حتی به عنوان پاپاراتسی او رو در نظر بگیریم، خارج از عرف‌ها و اخلاقیات جامعه ایران عمل میکرد. من خیلی مواقع وقتی که راجع به این افراد صحبت میکنم، گروهی میان میگن که به هر حال پاپاراتسی در همه جای دنیا هست، چرا در ایران نباشه؟ ما در ایران فرهنگ خاص خودمون رو داریم، عرف رفتاری و اخلاقی خاص خودمون رو داریم، منش اجتماعی خودمون رو داریم. و عذرخواهی میکنم بابت قطع شدن تصویر به دلیل حجم گوشی که پر شده بود و مجبور شدم من بخشی از حجم رو خالی بکنم تا بتونم ادامه برنامه رو بگیرم. همونطور که عرض میکردم، پاپاراتسی بودن در ایران اسلوب و شیوهی خودش رو داره. آقای امین فردین افراد خاصی رو رصد میکرد و اون افراد رو صرفاً زندگیشون رو روی دایره میریخت و به نوعی آبروشون رو میبرد، در صورتی که ما چهره های شاخص چه در زمینه سیاسی چه در زمینه های فرهنگی و هنری کم نداشتیم. ولی چرا امین فردین به سراغ بعضی از چهره ها میرفت و به سراغ تعدادی هم نمیرفت؟ من فکر میکنم که ایشون کاملا هدفمند و با برنامه ریزی عمل میکرد و متاسفانه مردم ما که خیلی وقتا شاید به این مدل اطلاعات علاقمند باشن، فریب جریان رسانه‌ای فاسد امین فردین و اطرافیانش رو خوردن. و من امیدوار هستم که این فرد و افرادی مثل ایشون امکان فعالیت و ایجاد محتوای فسادانگیز رو نداشته باشن. فسادانگیز از این جهت که در کدام یک از زندگی ماها، همین خود من، خود شمایی که دارید این برنامه رو میبینید، اتفاقات به نامطلوب رخ نداده، اتفاقاتی رخ نداده که دلمون نخواسته کس دیگه ای ازش باخبر باشه؟ چه زغزدگی بیموردی هستش که ما نسبت به یک اتفاق خاص در زندگی یک سلبریتی یا که باعث آبروریزی یا به حد که حیثیتش میشه انقدر خوشحالیم و ولع داریم؟ این باج رو به افرادی مثل آقای فردین ندیم و سعی بکنیم که به محتوای پاک، به میشه گفتش که به یک جامعه رسانه‌ای پاک برسیم و خیلی از آسیب‌های روانی خودمون رو سعی نکنیم با تماشای به این گونه برنامه‌ها درمان بکنیم. خب بیش از این من دیگه به مزاحم وقتتون نمیشم، فقط دلم می‌خواست این چند کلام رو باهاتون صحبت بکنم. امیدوارم که همه شما عزیزان در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. خدا نگهدار تک تکتون.